سلام، من آرش علایی هستم و من هم حامد بهروان. به 22مین 2.0 خوش اومدید. در برنامه امروز سری میزنیم به یک شرکت تازه کار که هدفش تولید اتومبیل‌های الکتریکی ارزان قیمته. اما قبل از دیدن این گزارش نگاهی به اخبار فناوری این هفته. شرکت اینتل، بزرگترین تولید کننده ریزتراشه‌ها در دنیا، هفته پیش اعلام کرد که در سال 2010 بالغ بر 11 میلیارد و 700 میلیون دلار سود داشته و از این لحاظ درآمدش نسبت به سال 2009 167% رشد کرده. شرکت سوئدی ولوو با همکاری اتحادیه اروپا در حال تکمیل پروژه‌ای که آینده ساختار ترافیک شهری در جهان را تغییر خواهد داد. این طرح که در ترجمه غیر دقیق به کاروان اتومبیل ها مشهوره، در حقیقت با به خط کردن کاروانی از اتومبیل های هم مسیر در جاده به کمک سیستم های رایانه‌ای در پشت سر یک کامیون که توسط راننده‌ای حرفه‌ای هدایت میشه، موجب میشه تا این اتومبیل ها با اشغال فضای کمتر در جاده به کم شدن ترافیک کمک کنند. شرکت مایکروسافت با انتشار خبری روی وبسایت این شرکت به تمامی کاربران مرورگر اینترنت اکسپلورر هشدار داد که در معرض خطر امنیتی جدیدی به نام خطر روز صفر قرار دارند. این ضعف امنیتی که تنها روی مرورگر اینترنت اکسپلورر وجود داره به هکرها اجازه میده تا از طریق پروتکل MHTML دست به دزدی اطلاعات شخصی افراد بزنن و یا با دادن هشدارهای تقلبی کاربرها رو گول بزنن تا نرم افزارهای جاسوس رو روی رایانه‌های خودشون نصب کنن. به دنبال اعتراضات گسترده خیابانی در مصر و گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر برای انتقال و پخش تصاویر مربوط به اعتراضات خیابانی، دولت مصر خطوط اینترنت را در این کشور قطع کرده. یکی از بزرگترین معضلات صنعت خودروسازی وابستگی اون به سوخت‌های فسیلیه. به همین دلیل بسیاری از شرکت‌های بزرگ خودروسازی به سمت تولید اتومبیل‌های برقی روی آوردن. اما مشکل اینه که این اتومبیل‌های الکتریکی اکثرا بسیار گران قیمتن و بسیاری از افراد از خرید این نوع خودروها به همین دلیل خودداری می‌کنن. اما شرکتی تازه‌کار در کالیفرنیا سعی داره از پس این مشکل هم بر بیاد. تیموتی کالینز بنیانگذار و رئیس شرکت کلین سپید، شرکتی که در یکی از مراکز تحقیقاتی مهم آمریکا واقع شده، مرکز تحقیقاتی ایمز. در مرکز تحقیقاتی ناسا به اسم ناسا ایمز در کالیفرنیا هستیم و با شرکت کلین سپید، شرکتی که هدفش تولید اتومبیل‌های برقی با قیمت نسبتاً پایینه. قراره بریم با این اتومبیل که ایاتا لقب گرفته یه دوری بزنیم و برگردیم. اما قبلش یه سوال اساسی و مهم، اصلا چرا ماشین‌های برقی؟ مهمی ماشین‌های برقی از میان برداشتن آلودگی هواست و ما کشف کردیم همونطوری که سیگار کشیدن میتونه باعث سرطان ریه بشه، آلودگی ناشی از احتراق سوخت‌های فسیلی میتونه باعث گرمایش زمین بشه و این آلودگی در بسیاری از شهرهای جهان باعث ایجاد انواع و اقسام بیماری‌های تنفسی میشه و این بیماری‌ها باعث بالا رفتن هزینه درمانی در کل کشور و تأثیر روی کل جامعه میشن. تیم کالینز رئیس شرکت کلین سپید از بچگیش با اتومبیل‌های مسابقه سرکار داشته و می‌بینید که اینجا با یک مدل برقی گوکارت یا کارتینگ داره مهارت‌های خودش رو به نمایش می‌ذاره. تیم میگه همین عشق و علاقه به رانندگی و البته نوعی عشق دیگه باعث بنیانگذاری کلین سپید شد. اول بگم که من از بچگی با ماشین های مسابقه بزرگ شدم چون پدرم که یه خلبان بود خیلی بهشون علاقه داشت، ولی باید بگم که همسری دارم که هیچ وقت ماشین نداشته و وقتی هم با هم آشنا شدیم به هم گفت هیچ وقت ماشین نخواهد خرید مگه اینکه برقی باشه، ولی از اونجایی که من رو دوست داره میذاره هنوز با ماشین های مسابقه کار کنم و مسابقه بدم. چند سال پیش داشتم با همین ماشین های مسابقه ای احتراق درونی میروندم همونجا توی یه مسابقه معروف. این ایده به ذهنمون اومد که یه ماشین مسابقه برقی بسازیم. پس قدم اول معلوم شد، داشتن یک ایده با چاشنی عشق و علاقه.
ولی بعدش چی؟ یک اتومبیل برقی ویژگی‌های فنی زیادی داره. پس از اینکه تصمیم گرفتیم می‌خوایم یه ماشین مسابقه برقی بسازیم، باید یه شاسی ماشین مسابقه رو انتخاب می‌کردیم. ما نمی‌خواستیم یه ماشین رو از هیچی بسازیم. تصمیم گرفتیم یه ماشین مسابقه احتراق درونی رو به یه ماشین برقی تبدیل کنیم. و این ماشین رو انتخاب کردیم که پشتمه. یکی از سریع ترین و سبک ترین ماشین های موجوده و بعد بهترین فناوری های موجود اتومبیل های برقی رو مورد بررسی قرار دادیم و 9 ماه بعد اولین ماشین مسابقه برقی مون رو ساختیم. روندنش چه احساسی داشت؟ دانته مدیر فنی شرکت کلین سپید و یک مهندس تعلیم دیده در آلمانه. ما هدفمون ساخت اتومبیل برقی برای جاده‌های شهری بود، ولی این کار رو با آزمایش این سیستم‌های برقی روی ماشین‌های مسابقه‌ای شروع کردیم، چون بهمون اجازه میداد همه چی رو حسابی تحت فشار زیاد آزمایش کنیم. تفاوت‌های عمده‌ای بین ساخت یک اتومبیل شهری و یک اتومبیل مسابقه‌ای وجود دارد، حداقل از لحاظ قیمت محصول نهایی. مسابقه ماشین مثل یه جنگه. وقتی تو جنگی حواست به هزینه‌ها نخواهد بود، ولی ماشین شهری فرق میکنه. با فشار آوردن به این سیستم‌های برقی در ماشین‌های مسابقه‌ای بود که ما تونستیم تمام مشکلات و ضعف‌های سیستم رو برطرف کنیم و اون موتور رو برداشتیم، گذاشتیم تو ماشین شهری، یکم تغییرش دادیم تا بتونه مسافت بیشتری رو به ازای هر شارژ کامل طی کنه. ولی ساخت یک ماشین شهری هم چالش‌های خاص خودش رو خواهد داشت. چالش‌ها پیدا کردن ترکیب مناسبی از قطعاتی بود که بتونن نیروی مورد نیاز ما رو تولید کنن. بعد باید تمامی این قطعات رو به صورتی کارا به هم متصل می‌کردیم که خودش چالش بزرگیه. موتور برقی، باتری، شارژر، مغز کامپیوتری سیستم، مبدل‌های دی سی به دی سی، مثلا این جعبه سیاه دستگاه کنترل موتوره، مغز ماشینه که تمام داده‌های موتور رو جمع‌آوری می‌کنه تا بتونیم بفهمیم موتور خوب کار می‌کنه یا نه. جعبه نقره‌ای مبدل دی سی به دی سیه که ولتاژ بالای 110 ولت دی سی باتری ماشین رو تبدیل می‌کنه به ولتاژ پایین 12 ولت برای فرضاً رادیو این ماشین و چراغ‌هاش. البته یکی از مهمترین قسمت‌های هر خودروی برقی باتریه، این که چقدر دوام میاره، چقدر طول میکشه شارژ بشه و چقدر گرم میشه. ماشین‌های برقی که بیرون هستن در حال حاضر از سیستمی استفاده میکنن که سیستم 300 ولتی نام داره. ما از سیستمی استفاده میکنیم که 110 ولتیه. تمام اجزاش سبک‌ترن و باتریش هم خیلی ارزان‌تره. باتری یه سیستم 300 ولتی حداقل 20000 دلاره. باتری سیستم ما 10000 دلاره. کلین سپید مشغول طراحی نوعی بدنه سبک هم هست که از نوعی پلاستیک مخصوص ساخته میشه و قصد داره که سیستم برقی ایدئال خودش رو روی اون بدنه نصب کنه. ما یه گوکارت هم درست کردیم، چون هم خیلی سوار شدنش حال میده، همین که این یه خودروی کوچیک محسوب میشه و میخوایم در آینده خودروهایی بسازیم که 700-800 کیلو بیشتر وزن نداشته باشن و دو سرنشینه باشن. این سیستم میتونه یه ماشین 700-800 کیلویی رو حرکت بده و میتونه تا سرعت 110 کیلومتر در ساعت هم بره. 2 ساعت و نیم هم طول میکشه که شارژش کنیم. پیشرفت باتری های خودروهای برقی میتونه به معنی طی مسافت بیشتر توسط این نوع خودروها با یک شارژ کامل باشه. ولی فقط پیشرفت نیست که باعث روی آوردن مردم به خودروهای برقی خواهد شد. یک پسرفت هم شاید همه رو مجبور به خرید این نوع خودروها کنه. چون از میزان سوخت فسیلی موجود در جهان هی کم میشه، قیمت بنزین هی بالاتر خواهد رفت و به همین دلیل مردم بالاخره باید به سمت خودروهای برقی روی بیارن. حالا سوال مهم اینه که رانندگی این اتومبیل چه احساسی داره؟ کوچکترین صدایی نمیده. خب روشنم، فکر کنم روشن، نمیدونم روشنه یا نه. اوکی، خب دنده یک. فرق این ماشین برقی با ماشین برقی دیگه اینه که دنده ایه و از قرار معلوم دنده ای بودن خیلی بیشتر حال میده. با دنده یک قشنگ میشه شتاب گرفت و بعد دنده دو دقیقا احساس ماشین معمولی داره، یعنی احساس نمی کنی که داری ماشین برقی رانندگی میکنی، فقط خب صداش خیلی خیلی کمتره مثل ماشینای برقی دیگه. اینجا چون توی ناسا هستیم، سازمان فضایی آمریکا، ناسا اجازه نداریم زیاد سری بریم، فکر کنم بعد از اون میافتم و بیشتر از 45 مایل در ساعت نمیتونیم. فرمونش بی نهایت سفته و از قرار معلوم دلیلش اینه که
سیستم هیدرولیک انرژی مصرف میکنه و اگه قرار بود همون سیستم رو توی یک ماشین برقی میذاشتن باعث میشد که باتری مصرف بکنه و در نتیجه مسافت کمتری رو بتونید با این اتومبیل برقی طی بکنید. یک چیز خیلی جالبی که این اتومبیل برقی داره اینه که موقعی که میخواید ترمز بگیرید، حتی اگه روی دنده دو هستید احتیاج نداره کلاج بگیرید و برید روی دنده یک، و بهتره که اصلا کلاج نگیرید، چون وقتی کلاج رو نمیگیرید سیستم انرژی کینتیک اتومبیل تبدیل میشه به الکتریسیته و دوباره توی باتری ها ذخیره میشه، ولی اگه کلاچ رو شما بگیرید اون انرژی در اصل هدر میره. و همین دلیل بهمون گفتن که ترمز میگیرید بدون کلاج باشه، بعد از دنده دو ترمز بگیرید، احتیاجی نداره برید توی دنده یک، میتونید همینطوری با دنده دو واسید، ماشین متوقف نمیشه و بعدش هم میتونید با دنده دو را بیافتید. با دنده دو میتونید از 0 کیلومتر تا 60 کیلومتر تا 100 کیلومتر در ساعت طی کنید. این اتومبیل برقی مزدا میاتا که اومدن گفتن الکتریک میاتا یا ایاتا خیلی خیلی ساده است، برخلاف اتومبیل های برقی دیگه خیلی چیزهای لوکس دارن توش، این واقعا ساده است و هیچ چیز اضافی نداره. و البته باید گفت که در حال حاضر هنوز در حد یک اتومبیل آزمایشی و هنوز آماده ورود به تولید انبو نشده. چیزهایی که اینجا میبینید هم خیلی ساده است و برای این طراحی شده که مهندسای کلین سپید بتونن ببینن داخل موتور برقی این اتومبیل چه اتفاقی میفته. اینجا اگه این دکمه رو بزنید میتونید ولتاژ، میزان دما و میزان دمای کامپیوتر، میزان چرخش موتور در دقیقه و میزان آمپری که درون موتور هست رو اندازه گیری بکنید و ببینید. روی این صفحه بعدی که اینجا هست میتونید مشخصات دیگه رو ببینید که البته این بیشتر برای مهندسین، برای مثال تمام دمای تیکه باتری داخل این اتومبیل، تمام ولتاژ و تمام آمپری که در هر لحظه داره مصرف میشه. و البته برای مصرف کنندگان واقعا این چیزا اهمیتی نداره، فقط مصرف تحقیقاتی داره. حالا میخوایم با این اتومبیل یک شتابگیری بکنیم، با اینکه گفته شده که این واقعا یک اتومبیل پرقدرت نیست و قراره برای افراد عادی و برای مصرف روزانه تولید بشه، ولی باز هم ما امتحان میکنیم. حاضر؟ 1 2 3. واه، بد نیست شتابش، واقعا مثل یک اتومبیل معمولی، یک مزدا میاتای معمولی میمونه بدون اون صدای قررش موتور. کلین سپید تو کار تولید سیستم های برقی حرکت دهند است، چه حرکت یک اتومبیل فرمولا 1 چه حرکت یک اسکوتر کوچیک. اون وسیله میتونه تا حدود 10 کیلومتر با یک بار شارژ کامل بره که سرعتش هم واقعا زیاده و الان قلبم داره تاپ تاپ میزنه. هدف کلین سپید اینه که در نهایت تمام فناوری ها و دانشش رو در یک خودرو که شکلی آیرودینامیک و وزنی سبک داره جمع کنه و تا رسیدن به اون هدف در همین سیلو در مرکز تحقیقاتی ناسا به تحقیقات خودش ادامه خواهد. تحقیقاتی که همچین بعد هم به نظر نمیرسه. البته اگه جای ترمز رو یادت نره. این بود 2.0 این هفته. ما به تازگی در صفحه فیسبوکمون شروع کردیم به معرفی روش‌های عبور از فیلترینگ و همچنین معرفی پروکسی‌هایی که مخصوص خوندن اخبار صدای آمریکا هستند. اگر شما هم روشی می‌شناسید که برای عبور از فیلترینگ موثره، حتما به این صفحه بیاید و اونو با بقیه در میون بگذارید. تا هفته بعد، تا برنامه دیگه.